سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم و با همکارم جمیل فرزان در خدمتون هستیم از برنامه نگاه روز. امیدوارم فرصت داشته باشید که پای این برنامه بشینید. در مورد دعواهای سران حکومت میخوایم صحبت بکنیم. این موضوع البته اصلا تازگی نداره و سر هر بزنگاهی که میشه باز یقه همدیگر رو میگیرن توی جناح‌های مختلف افراد مختلف. الان دعوای سپاه و روحانیه. روحانی ادعا میکنه که مذاکرات هسته‌ای امنیت رو به جامعه برگردونده و به اصطلاح باعث امنیت شده. فرمانده سپاه جعفری در جواب اون میگه که مذاکرات نیست که امنیت رو به جامعه داده، بلکه قدرت نظامی تضمین کننده امنیت هست. صحبت های در همین رابطه، نقش نیروهای نظامی، نقش نمیدونم سارالله غیره غیره در ایجاد امنیت اظهار میکنه جعفری که موضوع امشب برنامه نگاه روز رو به این مسئله اختصاص دادیم با دعوت از مصطفی صابر. سلام میکنم به شما مصطفی صابر، به برنامه مون خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. من به شما و بینندگان سلام میکنم. و ما از دعواهایی که الان بین روحانی و سپاه هستش، این که میخوایم ببینیم که چرا دوباره دعواها بالا گرفته، مجادله بین سپاه و روحانی یا شاید روحانی و شورای نگهبان این روزا تند شده یا شاید بگیم تندتر شده. بفرما. خب همونطور که گفتید، فقط به صلاح گومگو و مجادله بین سپاه، یعنی فرمانده سپاه جعفری و روحانی این روزا نبوده، با روحانی و شورای نگهبان هم بوده و کلن مثلا اون دار دسته رفسنجانی و روحانی و که مورد حمایت اصلاح طلبان هستن از یه طرف و اصولگراها و اینا از طرف دیگه، کلا این روزا مجادلات و منازعاتشون بالا گرفته. دلیلش هم این هست که خب با توافق هستی که اینا انجام دادن، یه فاز جدیدی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی شروع میشه و در این حال یک وضعیتی پیش میاد که چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی اینا رقابت‌هاشون واسه موقعیت بهتر تشدید میشه. سپاه به خصوص این وسط خیلی زینفعه و چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ نفوذ سیاسی اینها، و از اون برم روحانی و رفسنجانی اینا هم فکر میکنن که بعد از این توافق هسته‌ای و اینها خط اونا دست بالا داره، موقعیت بهتری دارن. دعوا بر سر اینه که سهم بیشتری از قدرت و ثروت به دست بیارن و علت تشدید شدن این دورش هم توافق هسته‌ای هست. بله، اول صحبت هم اشاره کردم به اینکه جعفری ادعا میکنه که امنیت رو نیروی نظامی، قدرت سپاه اینا به جامعه میدن و نه مذاکرات اتمی. منظور چیه؟ آیا واقعا بیرنگ کردن این مذاکرات هست؟ چی رو میخواد بگه؟ این حرف جعفری این هست که میگه بالاخره قدرت موشکی جمهوری اسلامی و تهدید نظامیش رو اینا باعث شده که با غرب حاضر باشه که باش مذاکره بکنه و اینها. خب حرف روحانی هم این بوده که اگر پای مذاکره نمی رفتیم و مذاکره نمی کردیم و اینها، تهدیدات نظامی غرب بالا سر جمهوری اسلامی بود و تحریما بالا سرش بود و اینها. اینا مجادلات بین اینا هست. خب واضحه که هر دوشون دارن از زاویه و دید و منفعت خودشون سعی میکنن قضیه رو توضیح بدن. اینا در واقع صورت ظاهر اون دعوایی که گفتم، دعوایی که در متن این ماجرا جریان داره بر سر موقعیت اقتصادی بهتر، موقعیت سیاسی بهتر، این در واقع دو تا خط توی جمهوری اسلامی داره منعکس میکنه. خطی که داره تاکید میکنه اینکه با غرب باید به تعامل بیشتری رسید و باید به اصطلاح اگه بخوام بگیم اون سازش قهرمانانه خامنه‌ای که میگه، یکیشون داره رو سازشش بیشتر تاکید میذاره روحانی و اینا، یکی دیگرشون داره رو قهرمانانش بیشتر تاکید میذاره که همین اصولگراها و اینها باشن.
واقعیت اینه که به هر حال جمهوری اسلامی کلن اومده روی یک جور نزدیکی با غرب و یه مقدار شیفتی در سیاستاش، ولی خب این متضمن شدتگیری دعواهای درونی اینها و به هم خوردن توازن قوا بین خود اینها هست و اون چیزی که ما شاهدش هستیم این پروسه است که داره ادامه پیدا میکنه. حالا این به کجا برسه و چه جور اینا با هم دیگه کنار بیان نمیدونم، ضمن اینکه ما میدونیم اینا انتخابات مجلس رو دارن، انتخابات مجلس خبرگان رو دارن، مسئله جایگزینی خامنه ای هم مطرح و اینا فقط میتونه شاید ابتدای یه سری دعواهای شدید درونی بین جمهوری درون جمهوری اسلامی. وقتی که راجع به دعواهای بین سپاه و روحانی و غیره صحبت میشه، یه جنبه این دعواها سر محدود شدن اختیارات سپاه، دخالتگری های سپاه و غیره راجع به اینا صحبت میکنن. اصلاح طلبا چه اونایی که داخل حکومتن چه خارج حکومت، ظاهرا با نقش که هر روز رو به اضافه شدن هست از جانب سپاه مشکل دارن. اصولگرایان طرف سپاه رو میگیرن. این مسئله تا چه حد واقعیه؟ خب درجه واقعیه همون جنگ و دعوای بین اصولگراها و اصلاح طلب هاست که خودش رو تو این زمینه نشون میده و هر کدوم سعی میکنن که جایگاه سپاه رو در اوضاع ایران تعریف کنن. اصلاح طلب ها میگن که نباید در سیاست دخالت بکنه، نباید چه میدونم ارگان های اقتصادی داشته باشه. اونورم برعکسش بالاخره کلیه دارن نون میخورن از اون ارگان های اقتصادی، چپاول میکنن و از لحاظ قدرت سیاسی و اینها سپاه فاکتور مهمی هست و این در نتیجه دعوا سر تعریف خود سپاه شکل میگیره که حالا سپاه نقش و وظیفش چیه. و جالب اینه که مثلا یک جریانات مثل بی بی سی فارسی، اونم من میدیدم یکی از برنامه‌هاشون مثلا سازگارا که بنیانگذار سپاه پاسداران بوده، از بنیانگذارش بوده، آورده بود که از سوال میکرد که حالا این سپاه از اولش هم اینجوری بود. اونم میگفت نه اصلا از اولش اینجوری نبود، قرار نبود سپاه اینجوری بشه و بعدا اینجوری شد. و حالا اونم داشت سعی میکرد که 10 سال جنایتی که همین اصلاح طلبای حالا اون وقت در ساختن سپاه و نمیدونم وزارت اطلاعات و همین انجام دادن روی مقدار ماسمالی کن و بی بی سی هم طبعا زینف بود در این. میخوام میگم چجوری اینا دارن هر کدوم سعی میکنن که حول این مسئله موقعیت خودشون رو در قدرتگیری در جمهوری اسلامی، در ادامه جمهوری اسلامی به اصطلاح تثبیت بکنن. واقعیت اینه که هر دوشون خواهان این هستن که سپاه رو نگه دارن و هر دوشون متکی هستن به سپاه و قدرت سپاه، چه در سرکوب داخلی چه در موقعیت بین‌المللی خودشون. و حالا باز بسته به اینه که این دعواها به کجا بینجامه و کدوم یکی از اینا دست بالا بگیره توی جمهوری اسلامی. فعلا خامنه ای هر دوشون رو داره و سعی میکنه که مهندسی کنه، ولی با رفتن خامنه ای این دعواها به نظرم افسار پاره خواهد کرد و جمهوری اسلامی دچار زد و خوردهای شدید خواهد بود. بله، و به انتهای تقریبا داریم به پایان برنامه میرسیم. اجازه بدین این سوال مطرح بکنم که جعفری توی صحبتهایی که میکنه تو دل حرفاش از رزمایش سارولا با حضور 50,000 بسیجی در تهران حرف میزنه. بالاخره خطر از کدوم طرف جمهوری اسلامی رو داره تهدید میکنه؟ از داخل اساسا همه این دعواها و همه این رجسخونی ها علیه همدیگه و این به اصطلاح فعال مایشایی سپاه و اینها نهایتا اینجور توجیه میشه در جمهوری اسلامی که سپاهه که نظام رو نگه داشته، سپاهه که جمهوری اسلامی رو نگه داشته. و سپاهی ها میگن، اصولگرا میگن، میگن اگه دست امثال خامنه ای و چه میدونم موسوی و کروبی اینا میدادیم که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمون. ما هستیم که جمهوری اسلامی نگردیم، ما هستیم که خود شما رو نگردشتیم. همون خطاب چه میدونم خامنه، خاتمی و رفسنجانی و روحانی و اینا. در هر حال در همین رابطه هم هست که تو همین صحبتش جعفری بلافاصله از
رزمایش سارالله صحبت میکنه که همون بسیج چرخانی و تهدید مردم هست، واسه اینکه مبادا یه وقت تو این وسط دعواهای اینها و این تغییر شیفتی که جمهوری اسلامی داره میکنه بعد از توافق هسته‌ای بخوان بیان خواسته‌ها و مطالباتشون رو مطرح کنن. در واقع موضوع اصلی به نظر من همینه که چجور اینا مجموعه خودشون رو مقابل مردمی که به فقان اومدن از دست اینا و هیچ زندگی واسه شون نمونده خودشون رو مقابل این مردم حفظ کنن. این نکته اصلی دعواها هست در واقع. بله، خیلی از شما متشکرم مصطفی صابر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم. امیدوارم که بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارانم جمیل فرزان و محمد شکوهی در بخش تهیه کنندگی برنامه برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندیم. شاد و سربلند باشید.